این روزهایی که افغانستان شاهد حوادث و اتفاقات فراوانی است موضوع رسیدگی به آوارگان و کمک به مردم از جمله مواردی است که نباید فراموش شود بر همین اساس اتفاقات داخلی افغانستان دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه این کشور را به واکنش های مختلفی وادار کرده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد در پی شدت گرفتن درگیری های داخلی در افغانستان، یک مقام رسمی تاجیکستان اعلام کرد این کشور میتواند 100 هزار مهاجر افغانستانی را پذیرش کند. این موضوع در حالی اعلام شده که درگیری نیروهای دولت مرکزی افغانستان با سونی های تندرو طالبان در جریان است و بخش های از مرز افغانستان و تاجیکستان تحت کنترل این گروه تروریستی قرار دارد. مسئول کمیته امور اضطراری در دولت تاجیکستان اعلام کرد دو محل برای اسکان آوارگان احتمالی در منطقه خاتلون و گرنو بدخشان در نزدیکی مرز افغانستان ایجاد شده است پیش از این تعدادی غیر نظامی و سرباز افغانستانی به تاجیکستان پناه آورده بودند که این کشور همه آنها را بازگردانده است در یکی دیگر از واکنش ها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اختصاص مبلغ 100 میلیون دلار از یک صندوق ویژه تامین نیازهای مبرم و غیر منتظره پناهندگان به افغانستان موافقت کرد کاخ سفید اعلام کرد که بایدن همچنین موافقت کرده مبلغ دویست میلیون دلار در قالب خدمات و تامین نیاز سازمانهای دولتی پرداخت شود آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آوریل گذشته اعلام کرد که دولت بایدن با کنگره برای اختصاص کمک های غیر نظامی دیگر به افغانستان به مبلغ 300 میلیون دلار همکاری میکند. روز جمعه بایدن در تماس تلفنی با اشرف غنی همتای افغانستانی خود متعهد شد که به حمایت از افغانستان ادامه دهد. گفتنیست طبق برآورد پنتاگون سنی های تندرو طالبان نیمی از مراکز های افغانستان را تصرف کردهاند.